شما عزیزان گرامی، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. روز چهارشنبه است، 22 از ماه فوریه سال 2012 میلادی. در روزهای چهارشنبه خدمت شما هستیم و شاهنامه فردوسی. امروز هم آمدیم خدمت شما، قرآنمون هم آوردیم. عرض کنم خدمتتون که در داستان رستم و اسفندیار هستیم. پیش از اینکه بپردازم به مطلب، امروز یه مقایسه میکنیم بین گزارش مسکو که بسیار بسیار تصحیح خوبی است با نسخه سنت جوزف. نسخه سنت جوزف و خدمتتون مطلبی در باب این عرض خواهم کرد. عرض شد که یک خبری به من دادن و اون این که گویا سایت دوست عزیز و نازنین ما رو، یعنی سایت آقای حسین فرجی رو هک کردن، این دروغ‌ها در اون نوشتن و شایعات به راه انداختن. خبر دادن که اینا همه دروغ است، اگر به سایت ایشون رفتین باور نکنید. امشب اینجا خواهند بود، برنامه‌شون هم اجرا خواهند کرد. اون چه نوشتن کار برادران اسلامی است. این یک مطلب. مطلب دیگر این که دیشب دوستی از انگلستان به من زنگ زدن، در واقع ارسلان دوست عزیز من و متقاعب از شبت تلفن ایشان، یک گنجی واقعا بیکنار از درر شاهوار در دامان ما فرو ریخت. در واقع قصیده‌ای از دکتر اسماعیل خویی، دوست عزیز و قدیم، و من واقعا نمیدونم در جواب چه باید بگویم. لطفاً شعر رو نشون بدین، یکی دو بیتش هم من میخونم، بعد خود جناب خویی رو من دعوت خواهم کرد. حقیقتاً گفت این قدر کافی هم من لغت ندارم که چیزی بگم در این باب، اما یک قصیده است بسیار بسیار متین و بلند به همون شیوه خراسانی که همواره خویی سخن گفته است و با قافیه بهرام جان. من دو سه بیت میخونم خدمتتون. خیلی ممنونم عزیزم، این لطف بزرگ خویی رو من واقعا قادر به جبران هرگز نخواهم بود. از این بزرگوار بسیار سپاسگزارم. فکر میکنم اگه ما 250 سال دیگه هم خدمت شما باشیم و این در واقع میگویند زحمت باشد، یک بیت این جواب همه اونها رو داده است. میفرماید دوستی را راستی شرط است، اگر بهرام جان نیست مردم را کس از تو دوستر. بهرام جان راستی بی پرده میگویی سخن، بی بیم از آن که برنجند از تو مردم سر به سر. بهرام جان نیک و بدشان میشناسی، یعنی ای بینا توی چشم جان، یعنی خردشان را بسر. بهرام جان تا آخر 70-80 بیت ابیات فصیح و جانمایه قصیده، نقد سیاسی و نقد خرافات و آزادی و آزادگی است، همان گونه که اسماعیل خویی همواره بوده است. من خدمتتون زنگ میزنم روز دوشنبه، ازشون خواهش میکنم اگه دست در واقع پیداشون بکنم، ارتباطی بتوانم برقرار بکنم، دوشنبه خواهش میکنم در برنامه دوشنبه خودشون با صدای خودشان این قصیده بلند رو بخوانند، چون شعر از زبان شاعر احوال دیگری دارد. یک جهان سپاس از این بزرگوار ارجمند، شاعر بزرگ روزگار ما خویی. خب اجازه بدید برویم سر مطلب مقایسه ها. عرض کنم که این نسخه به همت دوست عزیز و نازنین و بزرگوار من ایرج، دکتر ایرج از ایران آورده شده. عرض کنم نسخه به نام نسخه جه شناخته میشه، نسخه سن جوزف در لبنان پیدا شده، با یک خط خیلی زیبای نسخ قدیم تحریر شده. کسانی که ادعا میکنن در این کار مهارتی دارن تخصصی، این نسخه رو متعلق به قرن 7 میدانن.
یعنی از قدیمترین نسخه است. متن بسیار کهن و پیوند منطقی ابیات از بقیه نسخ بهتره به نظر من. یعنی ما هر جا مقایسه کردیم با این نسخه لندن، عرض کنم که صحت و اصالت این نسخه بیشتر بود، ضمن اینکه این نسخه ناقص و فلورانس هم البته ظرفای کهن بسیار دارد، اما ناگهان یک تکه سرتاسر غلط درش پیدا میتونید بکنید. مثلا فرض فرمایید در داستان رستم و سهراب، در داستان رستم و سهراب این ابهامات و اغلاطی که بود به کمک این نسخه بیشتر عرض کنم که حل شد. مثلا خدمتتون میگم در ماجرای گردآفرید و این که بعد از جنگ با سهراب دید مرد میدان سهراب نیست، روی برگردانده به سمت دژ بهمن یا دز، و سهراب اونو تعقیب کرده. چه آمد خروشان به تنگندرش، یعنی سهراب نزدیک شد به گردآفرید، همه این نسخه ها یا بجنبید و برداشت خود از سرش. خب بجنبید خیلی به نظر من مزهکه، چون سوار داره میجنبید که چه بیا جنبید. یا بپیچید و برداشت خود از سرش، این بپیچید بعد عرض کنم مرجع فعل میشه و سهراب یک سر داستان غلط شده، در حالی که به وضوح در این همین سنت جوزف میخوانیم چه آمد خروشان به تنگندرش، بخندید و برداشت خود از سرش. یعنی خود گردآفرید خودش رو برداشت و موهاش فرو ریخت و سهراب دانست که اون دختر است. بخندید و یا فرض بفرمایید که در تحقیر رستم از سوی سهراب میگوید که به زیرندرت رخش گویی خر است، دو دست سوار از همه بدتر است. بگونید آقا یه چیز سست محملی است. در این نسخه از کنم فلورانس میگوید دو دست سوارش چون نی بیبر است، که خیلی هندیگونه است نی بیبر است، در حالی که به سادگی و به همون شیوه استاد طوسی در این نسخه میخوانیم دو دست سوار به زیرندرش رخش گویی خر است، دو دست سوارش به بند اندر است چون نی بیبر است. بر به معنی میوه است، این دست و بازوی رستم میوهش گرز و شمشیر و پیکان و عرض کنم این هاست، میوه ای نیست که سهراب بگوید چون نی بیبر است. باری خیلی نسخه اصیلی است. در همین داستان عرض کنم که رستم و اسفندیار که من نگاه میکردم که چند عاقل روی این مدکار کردن، اما تفاوت هاست بینه از کنم این نسخه کهن سنت جوزف که به گمان این حقیر ناچیز نادان گمراه که بنده باشم برتری دارد به نسخه لندن، چون در واقع این کاپی تکس ادیتینگ نسخه لندن هست. حالا من میارم و مقایسه میکنیم چند بیت از هر دو متن تا ببینیم که تفاوت ها چیست. خب تا اونجای خدمت شما خواندیم که رستم تیر خورده، رخش هم تیر خورده از شست اسفندیار، میگوید رخش با خداوند بیگانه شد و رستم پیاده از هیرمند رفت به سوی خانوان خود و از زال رستم رو دید زخمی و تیر خورده، که آمده است داستان شگفت‌انگیزی از اسفندیار روئین‌تن. خب از اینجا میخونم خدمتتون و بعد اینجا رم پیدا میکنم. بله چون بعد بسیاری از اینها سرفصل‌ها رو ندارن واسه بگردیم پیدا میکنم. می‌فرماید در همین متن مسکو و از آن روی رستم به ایوان رسید،
مرو را بران گونه دستان بدید. دستان یعنی زار نشسته بود یا در منزل بود. وقتی رستم به اون احوال زار آمد، زار رستم را دید، زوار فرامرز گریان شدند، از اون خستگی هاش بریان شدند. بله، ز سر بر همی کند رودابه موی، بر آواز ایشان همی خست روی. رودابه مادر رستم وقتی صدای گریه ها رو شنید و ناله ها و اینها، اون هم همی خست روی. زواره به زودی گشادش میان، از او برکشیدند ببر بیان. هر آن کس که دانا بود از کشورش، نشستند یک سر همه برزرش. بفرمود تا رخش را پیش اوی ببردند، و هر کس که بود چارجوی. گرانمایه دستان همی کن موی، بران خستگی ها بمالید روی. وقتی این متن رو میخونیم متوجه کاستی هاش نمیشویم، چون هر آینه به صورت تصحیح و متروس. اما وقتی که رجوع میکنیم به یک متن بهتر، در میابیم که مشکلات زیاد بوده. بعد حالا میخونم خدمتون، مقایسه میکنیم. شما نابغه علم ادب نباستی باشین تا متوجه بشین تفاوت ها. این اساتید مردم ما رو ترسوندن در واقع. خب، بفرمود تا رخش را پیش اوی ببردند، و هر کس که بود چارجوی. هنگران مایه دستان همی کن موی، بران خستگی ها بمالید روی. همی گفت من زنده با پیر سر، بدیدم بدین سان گرامی پسر. ماندم در این روزگار کهنسالی و رستم رو در این احوال میبینم. بدو گفت رستم که از این غم چه سود، که این زاسمان بودنی کار بود. به پیش است کاری که دشوارتر، و از او جان من پرز تیمارتر. که هر چند من پیش بیش پوزش کنم، که این شیر دل را فروزش کنم. نجوید همی جز همه ناخوشی، به گفتار و کردار و گردن کشی. رسیدم ز هر سو به گرد جهان، خبر یافتم زاشکار و نهان. گرفتم کمربند دیو سپید، زدم بر زمین همچه یک شاخ بید. نتابم همی سر ز اسفندیار، از اون زور و اون بخشش کار. بتابم یعنی روگردان میشم، فرار میکنم با یک نقطه بالا پایین، از کنم کار زار میشه. مثل اون دو بیت مشهور، بفرمون تا رفت پیشش هجیر، یعنی سهراب. بدو گفت کجی نیاید ز تیر. در همه کتاب ها نشانه نباید، چو پیچان شود یه همچی چیزی نشانه نباید، نشانه نیابد. چون سخن از تیره، با یه نقطه است دیگه، غلط کردن یک کاری، خراب کردن، با یه نقطه است. نشانه نیابد یعنی تیر اگه کج باشه به نشانه نمیرسه. و به همین وجه هست سخن دروغ که به جایی نمیرسد میگوید نشانه نباید، نشانه نباید که خم آورد. ولی چقدر شعر فاسده. و من تعجب میکنم از این استاد مصحح، هیچ کدوم نفهمیدن این دو بیت غلطه. این همه آدم های بزرگ، این ها نشانه نباید که خم آورد، چو پیچان شود زخم. سخن از تیر بود، یه اون نشانه نباید کج بشه. اون نشانه نباید کج بشه یعنی چه؟ یه نقطه است. میگوید تیر اگه کج بشه نشانه نیابد، چو خم آورد سرفشان شود زخم کم آورد. اینجا هم یه نقطه شده. نتابم همی سر ز اسفندیار، بتابم، چون گریخته بود. میگوید من همین کارها کردم، اما توان رویارویی با اسفندیار رو مثل که من ندارم.
و روی برتافتم از او، یعنی گریختم، میگریزم از او. نتابم همین سر، در واقع رضا اسفندیار، از اون زور و اون بخشش کارزار. خب خدنگم ز سندان گذر یافتی، زبون داشتی گر سپر یافتی. زدم چند برگ. اینجا به طور کل موضوع در هم شده. اینجا حالا میخونم، اونجا ببینید خیلی خیلی زیباتر منطقی تر. زدم چند بر گبر اسفندیار. اینجا ببینید چقدر غلطه. زدم چند بر گبر اسفندیار. آقا تیر کرد که نمیان تیر رو به گبر بزنن، که گرزه که به گبر میزنن. گراوینده دست مرا داشت خار، همون تیغ من گر بدیدی پلنگ، نهان داشتی خیشتن زیر سنگ. اینجا این بهتره، میگوید نهنگ. اینجا آورده نهنگ یکی نسخه. همون تیغ من گر بدیدی نهنگ، نهان داشتی خیشتن زیر سنگ. در حالی که زیر سنگ در واقع مناسب تر پلنگه، نه نهنگ. خب نبرد همی جوشن اندر برش، نه اون پاره پرنیان بر سر. پرنیان غلط سری و فاحشی است. پرنیان بر سرش نیست که، آقا مثل که یه پارچه از ابریشم اسفندیار گذاشته روی سرش. تازه این که صحیح ترین متن هاست که تصحیح شد. خب عرض کنم که میخونم این چند بیت دیگه بعد از موسیقی که شنیدیم، که چند دقیقه دیگه البته خواهد بود، برمیگردیم. عرض میشود که از اینجا میخونیم. سپاسم ز یزدان که شب تیره شد، در آن تیرگی چشم او خیره شد. اینم باز یک مطلب مشکل داره این بیت. برستم من از چنگ آن اژدها، ندانم که از این خسته آیم رها. مبهمه. چندی شم اکنون جز این نیست رای، که فردا بگردانم از رخش پای. به جایی شوم. اینجا خواننده فکر میکند که رستم میگه بگردانم از رخش پای، یعنی از رخش پیاده بشم فرار کنم. در حالی که رستم مقصودش این است که من سوار رخش بشم و فرار کنم. ببینید چی داستان چیست واقعا. بگردانم از رخش پای، یعنی از رخش پیاده بشم، که منظوری نبوده بدون رخش که جای نمیشد بره. کاملا اونجا در واقع در این نسخه کهن عرض کنم که مطلب کاملا فرق میکنه. چندی شمکدون جزی نیست را، که فردا بگردانم از رخش پای. به جایی شوم کو نیابد نشان، به زاولستان گر کند سرفشان. سرانجام از اون کار سیر آید او، اگر چه زبد سیر دیر آید او. خیلی خیلی زیبا. بدو گفت زال ای پسر گوش دار، سخن چون به یاد آوری هوش دار. سخن چون به یاد آورم هوش دار، نه چون سخن به یاد آوری هوش دار. میگم که آقا وقت حرف میزنم گوش کن، نه که بگم آقا حرف میزنی گوش کن. ببینید یه متن اینجوری خراب و فاسد میشه دیگه. ببینید یه بار دیگه میخونم. زال خردمند مجرب، زال زر، به رستم میگوید که بدو گفت زال ای پسر گوش دار، سخن چون به یاد آوری هوش دار. میخواد زال از سرچشمه خرد و تجربه خود رستم رو راهنمایی کنه. میگه پسر جان، پسرم، وقتی حرف میزنی گوش کن. اینم شد حرف، اینم شد مد. بدو گفت زال ای پسر گوش دار، سخن چون به یاد آورم هوش دار. همه کارهای جهان را در است، مگر مرگ کن را دری دیگر است. یکی چاره دانم من این را گزین، کسی مرغ را یار خوانم بر این. گرو باشدم زین سخن رهنمای، بماند به ما کشور و بوم و جای. بماند به ما بوم و کشور به جای، نه کشور و بوم، نه کشور و بوم و جای، کشور و بوم و جای.
بماند به ما بوم و کشور به جا، یعنی سر جاش میماند. تازه این نسخه موسکو اصح نسخه در واقع انتقادی است، مثلا خوبه، خیلی خوبه، منتها وقتی شما متن بهتر رو میخونید کاستی هاش بیشتر معلوم میشه. اجازه بفرمایید که به انتخاب امیر گرامی دوست عزیزم در اتاق فرمان یک موسیقی بشنویم. من از سر فصل پیدا کنم از این دست نویس سن جوزف برای شما همین ابیات رو بخوانم، تفاوتاش ببینیم چیست. به چند دقیقه دیگر. با درود بر شما وطنان گرامی، امروز به خاطر این در واقع مقایسه کوچیکی من خدمت شما میکنیم اینجا آواز شاهنامه نخواهیم داشت، چون واقعا وقتی هم نیست. میدونم که بسیاری از شما دوست داری شاهنامه به آواز بشنوید، هم صدا آقای کربلایی هم صدای دوست عزیزم پژمان در دالاس. خب حالا از این متن بخونم خدمتتون. راه درستش این بود که من می‌نشستم این تفاوت‌ها رو روی کاغذ می‌نوشتم بعد می‌آوردم، ولی این وقت نشد. به هر صورت همون متن اینجا می‌خونم. و از اون گونه اینا همه به قاعده رسم الخط قدیم دادار زال نوشته، این در واقع بدین وش بود میگن قاعده دالزال. خب و از اون گونه گافر هم همه کاف نوشته. حالا و از اون گونه رستم به ایوان رسید، مرو را بر اون گونه دستان بدید. خب اینجاش در واقع تفاوتی با هم نداره، ببخشید. حالا زوار فرامرز گریان شدند، از اون خستگی هاش بریان شدند، که این همه ز سر بر همی کند رودابه موی، بر آواز ایشان همی خست روی. اینان مثل همه از او برکشیدند ببر بیان، زواره بیامد گشاده میان. اون برعکسه، به صورت در واقع مغلوبه به قول قدما، یعنی اونجا میگه زواره بیامد گشاده میان، از او برکشیدند ببر بیان، اینجا برعکس شده. خب اینجا یکم قضاوت مشکله، اما اون منطقی تره این متن موسکو. هر آن کس که دانا بود از کشورش، نشستند یک سر همه بردرش، بفرمود تا رخش را پیش اوی، ببردند هر کس که بود چاره جوی. گران مایی دستان همی کند موی، بران خستگی ها بمالید روی. همی گفت من زنده با پیر سر، بدینسان بدیدم گرامی پسر. بدو گفت رستم که از این غم چه سود، که این کار جز آسمانی نبوده. که اینجا تفاوت خیلی هست. اینجا عرض کنم که این ز آسمان بودنی کار بود، در اینجا هست. خیلی خوب، ز پیش است کاری که دشخارتر، و زو جان من پر ز تیمارتر. دشخارتر در واقع لفظ کهنه، که هرچند من پیش پوزش کنم، که این شیردل را فروزش کنم، نجوید همه جز همه ناخوشی، به گفتار و کردار و گردن کشی. رسیدم زهر سو به گرد جهان، چنین یافتم زاش کار و نهان. گرفتم کمرگاه دیو سپید، زدم بر زمین بر چو یک شاخ بید. بتابم همین سرز اسفندیار، از اون زور و اون بخشش کارزار. ببینید بین آخرین تألیف شاهنامه سال 400 باشد تا این نسخه های کهن بیشتر از 275 سال، تا اونجا که ما تاریخ داریم، متاسفانه یک آدم خائنی باستی بگم اون صفحه آخر رو از نیمه قیچی کرده و اون بزرگواری که
با خط خوش نشسته این رو نوشته، این کتاب مستطاب رو، نامش گم شده در تاریخ، از اینجور خیانت ها زیاد شده. بنابراین اگر کسی مدعی بشود که با یک نسخه میشود تصحیح شاهنامه کرد، خطاست. ما از خودمان هم که نمیتوانیم چیزی اضافه بکنیم، باید یک جای پیدا کنیم. اینجا اگر همه جا بخشش باشه، از اون زور و اون بخشش کارزاد، اینجا بخشش در هر دو نسخه هست، جزی که ساکت باشه از خودش، باید پیچش کارزاد باشه. اما عرض میکنم ما بدون مأخذ که نمیتوانیم که دست ببریم در کتاب کیه. باید هر کسی میشه شاهنامه خودش، باید نگاه کردید. چون ببینید یک مطلب خیلی خیلی مهم که در این کتاب مستطاب هست این است که به واسطه حجم کتاب، منظومه عظیم، خیلی واژگان در موارد مشابه تکرار شده. یعنی ما میتوانیم با توجه به از کنم که موارد متشابه حد درست بزنیم. باری خب، بعد خدنگم به سندان گذر یافتی، زبون یافتی، گر سپر یافتی، زدم چند بر گبر اسفندیار، چنون بود که بر سنگ ریزن خار. اینجا هم باز همون داستانه. اگر بردمی دست را سوی سنگ، به چنگم شدی سنگ چون باد رنگ. گرفتم باد رنگ یعنی خیار در واقع، باد رنگ. گرفتم کمرگاه اسفندیار، گراینده چنگ مرا داشت خار. که با اونجا خیلی فرق میکنه. همان گرز من گر بدیدی نهنگ، نهان داشتی خیشتن زیر سنگ. فراوان زدم بر سرش چون تگرگ، نجنبی سر زیر آن خود و ترگ. نبرد همی جوشن اندر برش، نه آن خود رومی که بود بر سرش. فکر میکنم این بیت اونجا، بله، نبرد همی جوشن اندر برش، نه اون پاره پرنیان بر سرش، نه اون خود رومی که بود بر سرش. خود رومی، شما هر سبت که در شاهنامه خود رومی، به جز اگر افراسیاب باشد و از اون سوی مرز ترکان، خود چینی، خود چینی. اما ایرانیان خود رومی میگوید که عرض کنم که نبرد همی جوشن اندر برش، نه اون خود رومی که بود بر سرش. ببینید اینجا میگوید نبرد همی جوشن اندر برش، نه اون پاره پرنیان بر سرش. مثل که پاره پرنیان در واقع هر سبت که پارچه های نازکی که خانوم ها سرشون میکردن، پاره پرنیان، پرنیان یعنی ابریشم. نه اون خود رومی که بود بر سرش، سپاسم زیزدان که شب تیره شد و از آن تیرگی چشم او خیره شد. نه در آن تیرگی، و از آن تیرگی یعنی از تیرگی شب، اسفندیار که جارو نمیدید من رها شدم از چنگ. نه در آن تیرگی. خب حالا عرض کنم که اجازه بدید که برگردیم سر همین متن مسکو خدمتتون بخونیم. خب، سپاسم زیزدان که شب تیره شد، در آن تیرگی چشم او خیره شد. برستم من از چنگ آن اژدها، ندانم که از این خسته آیم رها. چندی شمکتون جز این نیست رای، که فردا بگردانم از رخش پای. اینجا هر سبت که می‌فرماید که چندی شمکتون جز این نیست رای، من اکنون به رخش اندر آرم دو پای. ببخشید، به رخش اندر آرم دو پای، سوار رخش بشوم و بگریزم، که فردا بگردانم از رخش پای، به جایی شوم کو نیابد نشان. طبیعتاً بخواد فرار کنه که او پیداش نکنه، باستی سوار رخش بشه. به زابلستان گر کند سرفشان، سرانجام از اون کار سیر آید او، اگر چه زبد سیر دیر آید او. بدو گفت زال پسر گوش دار، سخن هرچه سخن چون بیاد آورم هوش دار. الاخر خیلی خوب،
میرویم سر دنباله این داستان. بعد زال میگوید که من چاره کار رو پیدا کردم و میخواد که در واقع با سیمرغ ارتباط ببودند هر دو بران رای من. سپهبد برا اومد به بالا بلند، از ایوان سه مجمر پراتش ببود، برفتند با او سه هوشیار و گرد. مجمر آتشدان برد اونجا، فسونگر چو بر تیغ بالا رسید، یا بر تیغ بالا رسید یعنی به نوک اون تپه یا کوه رسید، ز دیبا یکی پر به بیرون کشید، ز مجمر یکی آتشی برفروخت، به بالای اون پر لختی بسوخت. چو پاسی از اون تیر شب درگذشت، تو گفتی چو آهن سیاه ابر گشت. همانگه چو مرغ از هوا بنگری، درخشیدن آتش تیز دید، نشسته برش زال با درد و غم، ز پرواز مرغ اندر آمد دژم. بشد پیش با او زال از فراز، ستودش فراوان و بردش نماز. یعنی پیدا شد سیمرغ بر فراز و زال شکرگزاری کرد، به خاک افتاد، احترام کرد. به پیش از سه مجمر پر از بوی کرد، ز خون جگر بر درخ جو کرد. بدو گفت سیمرغ شاها چه بود، که آمد از این سن نیازت به دود. یا نیازت به دود یعنی نیازت به آتش، در واقع نیازت تو چی است که آتش برافروختی؟ چون این گفت کین بد به دشمن رساد، که بر من رسید از بده بدنژاد. تن رستم شیردل خسته شد، از آن خستگی جان من بسته شد، که از آن خستگی بیم جان است و بس، بر آن گونه خسته ندیده است کس. اون چنان زخمی شده رستم که این چنان زخمی و مجروح و خسته هیچ کس ندید. همان رخش گویی که بی جان شده است، ز پیکان تنش زار و پیچان شده است. بیامد بر این کشور اسفندیار، نکوبد همی جز در کارزار. نجوید همی کشور و تاج و تخت، بر و بار خواهد همی با درخت. بدو گفت سیمرغ کی پهلوان، مباشن در این کار خست روان. سزدگر نمایی به من رخش را، همون سرفراز جهان بخش را. یعنی رستم استعاره هاست در واقع. رخش رستم رو میگوید به من نشان بده سیمرغ. کسی سوی رستم فرستاد زال، که لختی بیچاره برافراز یاد. یعنی اندک زمانی حرکت به خاطر چاره، برای چاره حضور پیدا کن در واقع. بفرمای تا رخش را همچنان بیارن پیش من اندر زمان. اندر زمان یعنی بلا فاصله. چورستم بران تند بالا رسید، همون مرغ روشندل او را بدید. بدو گفت که جند پیل بلند، ز دست که گشتی بدین سان نشند. چرا رزم جستی ز اسفندیار، چرا آتش افکندی اندر کنار. برو گفت زال ای خداوند مهر، چو اکنون نمودی به ما پاک چهر، گریدون که رستم نگردد درست، کجا خواهم اندر جهان جای جست. و اگر رستم معالجه نشود، در واقع اسفندیار است که خانمان ما رو خراب خواهد کرد. حالا بالاخره بماند که سرانجام بهمن کار کرده. چو اژدر کشی و چش پروری، به دیوانگی ماندین داوری. همه سیستان پاک ویران کنند، به کام دلیران ایران کنند. شود کنده این تخمه ماز بن، کنون بر چرانیم یک سر سخن. نگه کرد مرغ اندران خستگی،
بدیدن در او راه پیوستگی، از او چار پیکان به بیرون کشید، به منقار از اون خستگی خون کشید. به به این یک طبیب چربدست یه تنها پیکان رو کشید بیرون، خونهای مرده رو هم سیمرغ بیرون کشید از بله چار پیکانی که خورده بود. بران خستگی ها بمالید پر، همان در زمان گشت با زیب و فر، یعنی حالش خوب شد، در واقع التیام پیدا کرد. بدو گفت که این خستگی ها ببند همی باش یک چند دور از گزند، یکی پر من تر بگردان بشیر، بمالن در آن خستگی های تیر، بران هم نشان رخش را پیش خواست، فرو کرد منقار بر دست راست، برون کرد پیکان شش از گردنش، نبود خسته گربسته جایی تنش. همانگه خروشی برآورد رخش، بخندید شادان دل تاجور. این نشانه سلامت خود رخش گزارش داد، شهه بلندی کشید و رستم خوشحال شد که رخش التیام یافت. در جنگ ها عرض کنم که سوار زندگیش به اسبش بود و جز تاکتیک های جنگی بود که تیر به گردن اسب می زدن. بعد از مدتی خونریزی اسب و سوار هر دو فرو می غلطیدن، در واقع این پیکان ها در گردنه. و به خاطر همین هم در این فیلم ها حتما دیدید که در روزگار مثلا اروپایی ها اینا، این شوالی ها که سوار هستن، این برگستوانی هم مثلا زرهی چین چین که گردن اسب رو محافظت میکنه. در شاهنامه به کرات و مرات سخن از برگستوان ور سوار، یعنی از سوارانی که برگستوان پوش بودن، زره پوش بودن. حالا بله میفرماید که همانگه خروشی برآورد رخش، بخندید شادان دل تاج بخش، بدو گفت مرغ ای گب پیلتن، توی نام داره، توی نام بر نام بر بردار هر انجمن، چرا رز جستیز اسفندیار که او هست رو این تن و نامدار. بدو گفت رستم گر او راز بند نبودی، دل من نگشتی نشان، مرا کشتن آسان تر آید ز ننگ، وگر باز مانم به جایی ز جنگ. چنین داد پاسخ کز اسفندیار، اگر سر به جا آوری نیست آر، که اندر زمانه چنوی نخواست، به دو دارد ایران همی پشت راست، به پرهیزی از وی نباشد شگفت، مرا از خود اندازه باید گرفت، که اون جفت من مرغ با دستگاه، به دستان و شمشیر کردش تباه، اگر با من اکنون تو پیمان کنی، سر از جنگ جستن پشیمان کنی، نجوی فزونی به اسفندیار، گه کوشش و جستن کارزار. ببینید اینجا جستن کارزار، نه بخشش کارزار. جمعه بخشش کارزار در هر نمسه باری. فریدون که او را بیامد زمان، نیندیشی از پوزش بیگمان، پس آنگه یکی چاره سازم تو را، به خورشید سر بر فرازم تو را. چو بشنید رستم دلش شاد شد، از اندیشه بستن آزاد شد. بدو گفت که از گفت تو نگذرم، وگر تیغ بارد هوا بر سرم. چنین گفت سیمرغ که از راه مهر، بگویم کنون با تو راز سپهر، که هر کس که او خون اسفندیار بریزد، ورا بشکرد روزگار، همان نیز تا زنده باشد زرنج، رهایی نیابد نمانه از گنج. گویا رازی هم میخوام من به تو بگم، و اون این که هر کسی اسفندیار رو بکشه مدتی زنده نمیماند، در مدت زندگی هم دچار درد و رنج و بدبختی و گرفتاری خواهد شد، بدین گیتی از شور بختی بود، وگر بگذرد رنج و سختی بود. یعنی در این دنیا بدبخت، خسرت دنیا و الاخره. شگفتی نمایم همه شب تو را، ببندم ز گفتار بد لب تو را،
برو رخش رخشنده را برنشین، یکی خنجر آبگون برگزین. چو بشنید رستم میان را ببست، و از اون جاگه رخش را برنشست. به سیمرغ گفت ای گزین جهان، چه خواهد بر این مرگ ما؟ ناگهان چنان یادگار است، جهان یادگار است و ما رفتنی. به گیتی نماند به جز مردمی. مردمی خیلی جالب، این لغت مردمی در شاهنامه‌ای که 1000 سال پیش، بله. کجا شد فریدون و هوشنگ شاه، که بودند با گنج و تخت و کلاه؟ برفتند و ما را سپردند جا. جهان را چنین است آیین و رای، همی ران تا پیش دریا رسید. سیمرغ روی هوا تیره دید، چه آمد به نزدیک دریا فراز. فرود آمد اون مرغ گردن فراز، به رستم نمود اون زمان راه خشک. همی آمد از باد او بوی مشک، بمالید بر تارکش پر خویش. بفرمود تا رستم آمد پیش، یعنی رفت جلو با پرش اشاره میکرد که این درخت رو میگم، این درخت رو میگم، اون درخت گز. به دو گفت شاخی، ببخشید، گزی دید بر خاک سر بر هوا، نشست از برش مرغ فرمان روا. به دو گفت شاخی گزین راستر، سرش برترین و تنش کاستر. سرش برترین و تنش کاستر، یعنی که تیر معمولاً یک نواخت میاد جلو، پیکان داریم، سوفار، پر عقاب. میگوید که یک تیر انتخاب کن که سر این تیر در واقع زخیمتر از بدنش باشه. حالا چرا این حرف رو میزنه؟ به خاطری که نسخه دو پیکان رو می نویسه برای رستم، که بتواند دو پیکان بر سر تیر بنشاند که دو چشم اسفندیار رو هدف کن. خب، سرش برترین و تنش کاستر، به دنگز بود هوش اسفندیار. تو این چوب را خار مایه مدار، بر آتش مر این چوب را راز کن. نگه کن یکی، بله، نفس پیکان کهون در واقع باید بخونیم، بنه پر و پیکان بر او برنشان. نمودم تو را از گزندش نشان، چو ببری رستم تن شاخ گز. بیامزه دریا به ایوان و رز، بر اون کار سیمرغ بود رهنمای، همی بود بر تارک او به پای. پس سیمرغ اینجا چاره اسفندیار رو در این چوب گزین دید و دو پیکان در واقع اوج این جنگ رستم اسفندیار. این است که رستم این تیر رو به کار میبرد، بله، و به چشم اسفندیار که آسیب پذیر بود این تیر رو پرتاب میکند. وقت ما هم هموطنان دوستان گرامی تمام شد. سپاس بی‌قیاس از اسماعیل خویی، دوست ارجمند بزرگوار، با این محبت شایانی که در حق مخلص کردن، و سپاس از شما دوستان که توجه فرمودید، هموطنان، همزبانان، و سپاس از امیر در اتاق فرمان. وقت ما در اینجا تمام شده است. تا برنامه دیگر، درود بر شما جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.